و در شرایط کنونی جان که تراکم ساختمان‌ها زیاد شده، رشد شهرنشینی زیاد شده، شهر کابل برای جمعیت 1 میلیون، فوق 1 میلیون، ولی 6 میلیون انسان دارن زندگی میکنن، یعنی چند ظرفیت شهر کابل ساختمانه. شما بریم شب تا به قله کوها ساختمانه. اینا را در این دو صحات اگر زلزله اتفاق میفته، بیشترین تبعات انسانی و بیشترین اثرات و بحران‌های تراژدیک انسانی میتونه خلق کنه. زلزله هم که اخیراً در زندجان شد، در نایی اتفاق افتاد که همون چند تا طبیه به اطلاف فرزو بید. مثلا ما دیگه زلزله هم قبلاً دیشته. مثلا هرات ارتکان میداد ولی مرکز به مشهد بود، یا قسمت کرچی پاکستان بود، یا مثلا تاجیکستان بود، یا ترکمنستان بود، یا ازبکستان بود. اما در خود کتله هرات ما ندیشتیم، ایتی هر چیزی که مستقیم بیاید به سطح زمین و ساختمان‌ها باشه که تکان داده و دلیچی کنه. حادثه فوکوشیما در ژاپن، حادثه انفجار ریاکتورها هسته ای که ابتدا زنگ زلزله و بعضا ریاکتورها انفجار کرد، حادثه کوبا، حادثات بیشماره دیگه، اینا به ما این پیام میرسونه که سلاح‌های هسته ای، صنعت ساختمان، عدم توجه به صنعت ساختمان، اینا خطرناکه، چون زمین خود خود با حالت نرمال میخواد در بیاره، زلزله های وجود داره. ما بعد از زمانی که ساختمان ها ساخت و ساز میکنیم یا ساخت و ساز میشه، تمام مفاهیم اصلی به ارتباط زلزله در نظر داشته باشیم. خب آقای رشتر بیامد گفت خب زلزله اتفاق میفته، ما چی رقم بفهمیم که این زلزله تا زلزله بعدی تفاوت است؟ این آمد توسط فرمولای لوگاریتمی فرمول کشف کرد که ما میده به او مقدار انرژی که هم ابتدا زلزله اتفاق افتاد مقدار انرژی به ما میده. اگه دیده باشیم لرزه به پس لرزه میشه 1 گیگاوات سایت برای ما و شما میگه. دستگاه ها ثبت میکنه مقدار انرژی که تولید شده همون به ما میگه که چند رشته بره. مثلا یک زلزله 8 رشتری معادل انفجار 1 میلیارد بمب TNT. 1 میلیارد بمب TNT. مثلا بمب که به این شما دادن 20000 تن TNT بود، این 1 میلیارد تن بمب TNT درجه 5 10 مرتبه بزرگتر از درجه 4. یعنی زلزله‌ای که مثلا پارسال به مشرقی افغانستان شد، ده چند زلزله چی بودن؟ زلزله زندجان. و چون کانون او زلزله در جایی بود که ساخت در شهر بود، ساختمان مستحکم بود، اونجا 1000 انسان تلفات دادن، اینجا در سایه بود که ساختمان‌ها ضعف سازی داشتن، 2000 انسان ما شهید داده و از بین رفتن. اینا بستگی به این داره. حالا رشتر به اندازه تقریبا کار نداره، پس این مدادی بشه که خود رشتر انرژیه که همون از ساطع میشه. سطح تخریبات ساختمان یا تمام عناصر که به سطح زمین قرار داره، اون توسط یک عامل دیگه به نام مرکلی میگن. رشتر از 1 تا 10، مرکلی از 1 تا 12. مرکلی ممکنه 1 هفته، 2 هفته، 5 هفته تا 1 ماه، 2 ماه بعد معلوم شه که می زلزله زندجان چند مرکلی بود. اونجا میرن تست میکنن، اونجا رو صاحبا میبینن، بررسی میکنن کدوم سازه با کدوم نوع ویژگی ساخت چند اندازه ترک و مشکل پیدا کرده، این ساختمان با این ظرف سازه چند اندازه. بعد از مدت نتیجه سری ها خود اعلام میکنن که چند باید مرکلی بده. کار ما شو یک جدول داریم، باز در ادامه سالت ها میهیم ساختمان های هرات مطابق سیستم مرکلی.